با نام عید خدای بزرگ و مهربان، سلام به همسفرهای خوب و دوست داشتنی خودم، همراهان عزیز شبکه مستند سیما. همچنان همراه ما هستین در ایرانگردی. از شمال به جنوب، از شرق به غرب میریم و شهرهای قشنگ ایران رو داریم بهتون معرفی میکنیم. این بار باز اومدیم به استان اصفهان و قرار شهر زیبای میمه رو بهتون معرفی کنیم، یک شهر دیدنی با مردمانی مهمان نواز و خونگرم. و اما جناب آقای مهندس صدرالدین کرمی، شهردار خوب میمه، قرار از میمه و میمه‌ای ها برامون بگن. آقا اگه سلام علیک با بینندگان همسفر دارین بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم همسفر و شما دوستان و همکاران محترم. خواهش می‌کنم. آقای صدرالدین کرمی، شهر میمه شهر بسیار زیباییه و من در همون نگاه اول با مردم مهمان نواز و خونگرمش آشنا شدم و خیلی هم کیف کردیم که این شهر رو انتخاب کردیم برای معرفی. میمه تا اصفهان چقدر فاصله داره؟ چقدر جمعیت داره این شهر؟ میمه تا اصفهان هلوشه 100 کیلومتر فاصله داره تا مرکز اصفهان و هلوشه تقریبا 5000 تا 6000 تا جمعیت داره. جمعیت داره. در کجا ایران قرار گرفته؟ شهر میمه از شمال به شهرستان دیلیجان، از جنوب به اصفهان و شاهینشهر، از غرب گلپایگان و از سمت شرق کاشونو نطنز منتهی میشه و در اصل مرکز فلات ایران هستش. درست. راههای مواصلاتش به چه شکلیه؟ در اصل توی مسیر ورودی اصفهان قرار گرفته، یعنی شمالی ترین شهر استان اصفهان، و در جاده ترانزیت شمال به جنوب قرار گرفته. بعد برام میگه شغل مردم میمه چیه؟ مردم میمه اکثرا فرهنگی هم، یعنی شما تو این شهر یکی از در اصل جزوه شهرهای برتری کشوره که باشه 98% تحصیل کرده هستن و از همه مهمتر اکثرا فرهنگی هم و شغل دومشون هم یا اول یا دومشون هم کشاورزیه. کشاورزی و دامپروری، ولی اکثرشون فرهنگی هستن. فرهنگی هستن برد. بسیار عالی، خیلی هم خوبه. بعد شهر میمه تاریخش به چه دوره‌ای برمیگرده؟ چند سالشه؟ مشخص هست تاریخ این شهر؟ نظرات متفاوته. بیشتر به 2500 سال من فکر کنم 2500 سال به خدمتش برمیگرده و بیشتر آثار تاریخش هم دوره صفوی است که حالا به یادگار مونده توی شهر میمه. چه آثار تاریخی داره؟ حمام گرده هستش که ما به عنوان موزه مردم شناس ازش استفاده می‌کنیم، یکی از موزه‌های برتر کشورم هستش. عرضم بزرگ شما مسجد جامع هستش، قنات مزداباد که یکی از قناتهای بزرگ کشور هستش که داره ثبت یونسکو میشه، قنات وزوان که تو منطقه سعادت آباد میمه قرار داره و یکی از قناتهای خوب کشور محسوب میشه که جفتش هم رفته برای ثبت یونسکو، و جای گردشگری هم زیاد داره. تخت سرخ هست که روز روزگاری اینجا بازی شده، یا در دوزخی اعظم شما تخت محمد جعفر، حیات وحش موتره داریم که بزرگترین زیستگاه آهوی کشور در اونجا قرار گرفته و بیش از 5000 آهو اونجا الان مستقر هستن. خب شهر میمه همونطور که گفتم مردمان مهمان نواز و خونگرمی داره و در واقع میشه گفت جز شهرهای زیبای استان اصفهانه و در واقع هنرمندان خیلی خوبی هم داره. یعنی شما میتونید وقتی به میمه بیاید میتونید آثار ارزشمندی همچون قالی دستباف رو ببینید و صفر تا صد اون هم خیلی جالبه که اینجا انجام میشه، یعنی رنگرزی، قالی بافی و حتی عرضه اون به بازار. به تصاویری که از صنایع دستی ارزشمند این شهر گرفتیم توجه کنید. همسفر ما در سفر امروز باشید.
جناب سعدالدین کرمی برامون میگین که صنایع دستی میمه شامل چه چیزهایی میشه؟ فرش زیبای میمه که ذهنی باف هستش و توسط بانوان هنرمند این شهر بافته میشه. زیلو، جالین و در قدیمی به دوزی هم دو این منطقه رایج بوده. درسته. و اینکه آب و هوای میمه چجوریه؟ فصل اومدن به میمه کیه؟ چهار فصلش خیلی میمه قشنگه، ولی یکی از فصلش فصل بهار هستش، خصوصا ماه اردیبهشت ماهش خیلی میمه زیباست به خاطر اون طراوت و اون زیبایی و فضای سبز و باغاتی که اطراف شهر میمه هست. محصولات کشاورزی میمه شامل چه چیزایی میشه؟ محصولات کشاورزی میمه شامل گندم، انگور، زعفرانه و از محصولات دامیش هم مثل کشک و ماست و کره. میمه خیلی معروف هستش و استقبال زیادی مردم ازش میکنن. کشت زعفران این منطقه هم تازه شروع شده و یکی از مرغوب ترین زعفرانه کشور رو شما توی میمه میتونید تهیه کنید. و قطعا هم همینطوره. به هر حال شهر میمه زیبایی های خاص خودش رو داره و میشه گفتش که همه ایران سرای من است یک جمله ایه که ما بارها شنیده ایم و ازش تعریف میکنیم و این رو بیان میکنیم و واقعا همینطوره. وقتی شما وارد میمه میشین در استان اصفهان یا هر جای ایران هم که برین، قطعا با مهمان نوازی و خونگرمی مردمان اون دیار روبرو میشین. اما از جاذبه های زیبای شهر میمه قنات مزداباد که یک قنات بسیار زیبا و دیدنی هستش. ما یه سری تصاویر گرفتیم از این قنات، به اون تصاویر توجه کنین. همراه و همسفر ما در سفر امروز باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. به شهر میمه اسمون خیلی خوش میده. انشالله که ماه مبارک رمضان به همه خوش بداره و طاعات عبادات همه از طرف خداوند قبول بشه. جناب جمالی رئیس شورای شهر میمه با زبان خاص میمه ای از بینندگان همسفر دعوت کردن که بیان به شهر زیبای میمه. آقا در ابتدای ام برام بگیم که تاریخ میمه به چه دورانی برمیگرده و این لهجه ای که شما صحبت کردین لهجه و گویش یا زبانه؟ خدمت رو هستم که زبان میمه که زبان پهلوی قدیم بوده و به اصطلاح زبان دری بوده. بعضی لغات هایی که در زبان میمه هستش حتی در کتاب های قدیم هم هستش. مثلا بوزا دویدن، حتی در اون شعر اولیه هم که آهوی دشت چگونه در دشت بوزا، این لغت لغت میمه هستش. و قدمت میمه هم خیلی به زمانهای گذشته برمیگرده، چون قناتی که داریم خودش حاکی از این قدمت میمه بوده، چون بیش از 2500 سال این قنات چیز داره. حالا شما بعد ممکنه فیلم از قنات تهیه بکنید، بعد چاها رو میبینید که تمام به صورت مستطیل شکل هستش. الان اکثر میلاچه ها باید دایری شکل بشه، اما اینا اصطلاح هم میگن گبری. گبری به زردشتی ها میگفتن گبری، چون میمه اصطلاحا قبلا زردشتی بوده، بعد اسلام که اومده و به اصطلاح دین میمیا اسلام شده، بعضی از اصطلاحات هم عوض شده. حتی این قنات مزداباد هم اهورمزدا بوده که تبدیل به مزداباد شده و قدمت میمون خیلی زیاد هستش. بله. از شما یک زبان خاصی داریم. بله. درسته، یعنی فعل داره و همه چیز داره. این ما زبانمون با جوشغان قالی و حتی یه جشنواره‌ای هم که برگزار کردن از تمام قرای اطراف و شهرهای اطراف اومده بودن و به زبان محلی شعر تقریبا گویش ها با یه کمی اختلاف کم یک نواخ بودش. با سمنان هم فکر میکنن، تا سمنان حتی سمنانی ها مثل ما صحبت میکنن، یزدی ها زردشتی ها یزد با ما هم زبون هستن، تقریبا شباهت زیادی با هم داریم از نظر زبان و گویش و اینا. خب برامون میگین که بحث کشاورزی شهر میمه به چه شکلیه؟ بله، کشاورزی میمه ببینید اصلا تو کل منطقه ای که هستیم به خاطر داشتن آب شیرینی که توی منطقه است، حتی الان هم که لوله‌کشی شده اکثر شهرها از آب شیرین میمه استفاده میکنه و همین آب شیرین بهترین میوه ها رو تو میمه داشته، مخصوصا انگور.
انگوری که از وجه تسمیه میمه به خاطر تاکستان های انگوری بوده که در داخل میمه وجود داشته و انگوراش هم بسیار انگورای خوب بدون هسته هم هستش و حتی خود میمه هم از همین انگورش گرفته شده و خربزه‌ای که اخیراً با توجه به اینکه الان بیشتر کشاورز میمه تبدیل به سیفیجات شده بهترین خربزه استان اصفهان الان دارن تهیه میکنن. هم گندم و جو داره و قبلا که حتی پنبه به اصطلاح اینجا بوده و اکثر سیفیجات در میمه کش میشد. از زبان و گویش میمه ای گفتین، از لهجهشون گفتین، از مراسم و آیین میمه هم برام بگین، آداب و رسوم خاصی دارین؟ بله، ببینید آداب و رسوم خاص میمه که ما نزدیک اسفند ماه که میشد یه سرودهایی میخوندن، مثلا حتی اسفند اسفند زاییدن گوسفند، هر کی به زار پیر بود، این هر کی کلکی از سور بود، هر کی به زار دوت بود، اینا سرودهایی بود که اون زمان رایج بوده. معنی چی میشه اون موقع؟ ببین هر کی پسر داشت این افتخار میکردن، هر کی به زار پیر بود بله افتخار داشتن اون موقع. و زاییدن گوسفند، چون معمولا نزدیک عید که میشد از فروردین که رد میشد گوسفندا زایش گوسفندا بوده و خیلی برنامه مفصلی داشتن. خب یکی از اینا. آداب بعدیشون چی بوده؟ مثلا شب چله فشندن؟ شب چله داشتن بله، شب چله دارن، قاشق زنی دارن. حضرت محرم هم یه توضیح بدین عزاداریاشون. عزاداری محرم که دهه محرم از شب اول محرم ماه محرم شروع میشه و مراسم تعزیه خوانی دارن. در دهه محرم تعزیه خوانی انجام میدن و بسیار مراسم مخصوصا روز عاشورا که بسیار بسیار برنامه انشالله که هم تشریف بیارید یه برنامه از اونجا تهیه کنید بسیار جالب هستش. تمام نظمی در بیش از 4-5 هزار نفر عزاداری میکنن بدون کوچکترین تنش ایجاد بشه و همه اینا نشون میده که مردم شهر میمه مردم بسیار خوب مذهبی و مسلمان هستن. اگه یه گردشگر بیاد به شهر میمه کجا رو بره ببینه؟ ببینید گردشگری که جا زیاد داره ولی متاسفانه الان شما مثلا اگر برید چون در بخش میمه در دوزقی هستش برید خیلی جای خوبی هستش که سال گذشته در فروردین امسال و سال گذشته یه تعداد از افرادی که میمودن با اتوبوس با مینیبوس اینا میبردن اونجا بازدید میکردن و سواری بسیار جالبی داره. موزه ای داره که هستش، مسجد جامعش هستش، دیگه امامزاده سلسله خاتون در روستای ازان قرار گرفته، اینا هستش که با دیدنی هستش. به زبان و گویش میمه یه شعر هم برامون بخونید که داشتیم. ما خودم اتفاقا شعر میگم به زبان محلی گفتیم. خواهش من شاعر که عرض کنم ولی خب شعرهای میگم. یه شعر مثلا زبان میمه، پا به ای بچه بش دنبال کار، کار کردن نداره آروان نینگو آر. از شونوا جوهر مرد به کارشه، کار بکه تا رود نگرده شوه تار. تا جوونی تو بکه تلاش کار، وقتی اونبو نچرخ سنگ آر. آروه پیول حرف اول واجه، پیول به دست نهیه مگر تلاش و کار. آدم پیولدار عیبش دیار نه، عیب بی پیول اشه بر سر دار. مثل شیربه که هر روز شکار، نه مثل لوه بگردی گیر خار. اگه عاشقی نداری پیول کار، برکه از سر ده مهر عشق یار. خیلی ها عاشق بنده پیولشو ندا، ناچارن دو چوش که به آدم چی دار. پیول خبه اگر درست تو برتری، هر پیولی که هانده به آدم وقار. جمالی هر رو به کار و تلاش تا برای مردم دیدار بی احتبار.
خیلی عالی و خیلی خوب. حالا معنی و مفهومش رو اجازه بدید من ببینم متوجه شدم یا نه. این چند روزی که میمه بودم بالاخره باید یکم یاد گرفته باشم. شما در مورد پول و کار و تلاش صحبت کردین، کسی تا کار و تلاش نکنه پول به دست نمیاره و ثروتی نمیاد و چیز میکنه، میگه مثل شیر باش برو شکار کن، نه مثل روباه یا دیگه مثلا آر آسیاب، ما میگیم آر درسته. اگر آب باشه سنگ آسیاب میچرخه، اگر آب نباشه سنگ آسیاب، و خیلی هم هست عاشق میشن چون پول ندارن، دختره ناچارن زن پول داره میشه. اینا وجه ازدواجش. آقای جمالی عزیز برامون میگین که وقتی ما چه فصلی بیاییم به میمه که در واقع هم قشنگ باشه میمه، هم بتونیم از زیبایش استفاده کنیم، محصولاتش رو ببینیم. محصولات که دست بیاد تقریبا تو مهر ماه پاییز، بله. بهترین انگورش دیگه تو تقریبا شهریور، اونجا دیگه بهترین انگوری شلام تشریف میرید. انگورای بی هسته‌ای که ما الان داریم بزنیم بالاخره تناول می‌فرمایید. خیلی خوب. خواهش می‌کنم. قالی بافی هم اینجا داره؟ قالی بافی هم داره. بله قالی بافی الان اکثرا خیلی کم دیگه دخترای جوان قالی بافی می‌کنن. بلد هستن اما اگر اینکه دیگه بحث راست خونن. ولی بهترین قالی بافی هم داشت. نقش جوشاغان قالی تو میمه بافته میشه. درسته. از صفر تا صدش هم تازه مال خودتونه دیگه، رنگ رزی. بله رنگ رزی و همه چیز، بله رنگ رزی و نقش و نگارش دیگه تماشا هم. یکی از ویژگی‌های قالی میمه بود که خانمایی که قالی بافی که سواد نداشتن ولی همه رو حفظ می‌کردن. تمام بعد جالب اینجا بود که من حتی دیدم چاقویی هم که دارن روش قالی بافن خود میمه رو درست می‌کنن. بله. درست می‌کنن. یعنی اینقدر این اونو بهش میگفتن استاره. استاره. آره استاره. در واقع میشه گفت اینقدر یعنی این رشته قالی بافی در شهر میمه غنی بوده که واقعا از صفر تا صدش، حتی اون چاقو و حتی اون شونه که دفینه بهش میگن داره در واقع اون کارهای قالی بافی باشه انجام میشه و ابزار قالی بافی، همه محصول خود میمه هستش و اهالی میمه به این شکل دارن کار و تلاش میکنن. به زبان و گویش میمه‌ای از بینندگان ما دعوت کنین بیان به میمه. بله انشالله که از همه بینندگان محترم که این فیلم اویننده دعوت کنم که شهری برینو بیانده میمه، از این گوره خیلی خبه میمه و مخصوصا از سرچشم اومزده هایی که اوی بسیار بسیار گوارا و شیرین داره استفاده کرده. و اما سخن پایان شما و بینندگان همسفر. از بینندگان محترم همسفر دعوت میکنم که از شهر زیبای میمه ضمن سفر به استان اصفهان بازدید بکنن و مطمئن باشن لحظات خیلی شیرین و خوبی رو در شهر میمه خواهند گذروند. خیلی ممنون. قطعا همینطوره و ما قراره طی یک هفته هر شب حوالی همین ساعت از جاذبه های زیبای میمه براتون بگیم و شما بینندگان عزیز رو دعوت کنیم به تماشای این جاذبه ها. 3080 فراموش نکنین. انتقاد، پیشنهاد و اگه دعوتی دارین ما رو مطلع کنین. همینطور میتونین برنامه های قبلی ما رو از طریق سایت شبکه مستند تماشا کنین. تا یک روز دیگه و دیداری دوباره که باز هم از میمه براتون بگیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.